سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون چطوره؟ مخلصیم، دم همتون گرم، خیلی خیلی دوستتون داریم، ممنون که تا اینجای کار با ما هستین و قراره کارهای خیلی بزرگتر و بیشتری هم انجام بدیم. دوستای عزیزم، امروز اومدیم راجع به گرده گل صحبت کنیم. باز این سری از ویدیوها واسه دوستایی که تازه وارد کار شدن یا اطلاعات دقیقشون کمتره نسبت به موضوعات اصلی زنبورداری، این ویدیو واسه اوناست. دوستای عزیزم که میدونن میتونن این هم این ویدیو رو ببینن هم برن داخل سایت. دوستان، این ویدیو چکیده ای از یک مقاله بسیار بزرگ داخل سایتمون هستش. همه چی راجع به گرده گل رو نوشتیم داخل اون سایت و به صورت دقیق با علم روز با تحقیقات و آزمایشگاهی داخل سایت نوشته شده. من قراره الان چکیده شو بهتون توضیح بدم واسه دوستایی که میخوان یک خلاصه بدونن. حتما داخل سایت برین نظراتتون هم بذارین. عزیزای دل، کلن گرده گل از جنس نر گل ترشح میشه و برای تولید مثل اصولاً عزیزا و نقش اساسی تو زندگی زنبور عسل، همه دوستان فکر میکنن شهده، ولی اصلی ترین نقش رو تو زندگی زنبور عسل برای پیشرفت، تکثیر، افزایش کلونی گرده گل داره. عزیزای دل، یکی از دلایلی که میگن زنبور عسل عامل اصلی چیمیش میگفتن گرده گل رو پخش میکنن؟ گرده افشانی زنبور عسل هستش به خاطر اینکه یک وسواس خاصی توی گرده افشانی داره. زنبور عسل زمانی که از کلونی بیرون میاد و به دنبال گرده میگرده، فقط و فقط اولین گلی که میشینه گردش رو برمیداره، بعد از اون فقط روی همون نوع گل میشینه و گل دیگه رو انتخاب نمیکنه. یعنی تو هر پرواز فقط یک نوع گل انتخاب میشه. به خاطر همین علته که میگن زنبور عسل عامل اصلی گرده افشانی و تاثیر بسزایی داخل گرده افشانی داره. چرا حالا میگن که گرده اینقدر تاثیر داره؟ چون گرده گل اصلی ترین عامل تأمین منابع معدنی، مواد مغذی مثل پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی برای کلونیه، واسه زنبور عسله. یعنی زنبور عسل تمام موادی که مورد نیازشه رو از روی گرده گل تأمین میکنه و همین علته که انقدر مهمه، انقدر ما تاکید داریم روی این موضوع که گرده گل باید استفاده بشه. یعنی اگه گرده گل نباشه زنبور عسلی وجود نداره. دوستای عزیزم، به همین علت انقدر مهمه. به خاطر همین هم هست که اگه شما برین کلونیاتون رو باز کنین میبینین رنگ بندی های متفاوتی داره. چرا؟ چون یک مدل گل هیچگاه همه مواد معدنی موجود رو تولید نمیکنه. زنبور عسل مجبوره برای دریافت گرده گل روی گیاهای متفاوتی بشینه. به طور مثال گرده گل کاج یه چیزی هلوش 7% پروتئین داره، اما گرده گل خرما یه چیزی هلوش 30% پروتئین داره. به همین علت ها هستش که روی گل های متفاوت میشینه. گرده گل عامل اصلی درست شدن ژل رویاله. داریم کم کم میرسیم به اون اصلی ترین موضوع. یعنی شما باید گرده گل مناسب و زنبور عسل تامین کنه تا بتونه یک ژل رویال مناسب برای کندو، برای ملکه آماده کنه. چون ژل رویال داره یک مواد مغذی متناسبه. یعنی اینطوری نیست که شما یه ژل رویال بردارین با یه خاصیت، یه ژل رویال بردارین با یه خاصیت دیگه. باید حتما تکمیل باشه این مواد مغذیش. به خاطر همینه که زنبور عسل زمانی که میره دنبال گرده گل باید گردهای متفاوتی بیاره. به خاطر همین ذخیره میکنه این گرده گل رو. این ذخیره سازی گرده گل باعث میشه که تو طول سال در زمانی که گرده گلی کم میشه، گیاهای گردزا کم میشن، بتونه از اون گرده برای تأمین غذای ملکه استفاده کنه. به خاطر همینه زمانی که گرده گل کاهش پیدا میکنه، به مرور تخمریزی ملکه هم یک مقدار کاهش پیدا میکنه. این دلیل کمبود ورود گرده و ملکه به خاطر همین میاد کنترل میکنه این تخم ریزی رو، برای اینکه گرده و اینکه تغذیه متناسب بشه و این کنترل باعث بشه که با کمبود تغذیه مواجه نشه. حالا توی افزایش جمعیت کلونی گرده چه تأثیری داره؟ زنبورها یعنی زمانی که تو دوران لاروی هستن نیاز مبرم و مداوم به پروتئین دارن و خود گرده عامل اصلی تأمین پروتئین کندو هستش. به همین علتی که باید گرده به طور مداوم داخل کندو باشه و همین علت باعث میشه که خود گرده خود پروتئین خام یا همون گرده خامو نمیتونه لارو مصرف کنه. زنبورهای پرستار با خوردن این پروتئین، با خوردن این گرده ها باعث میشه که اونها رو تجزیه کنن و از روی قدرتی که روی سرشون جای دهنشون قرار داده، این غذای
لارو رو ترشح کنن و به واسطه تغذیه لارو ها بشه. به خاطر همین موضوعه که شما زمانی که گرده کم میشه توی طبیعت، میزان تخمریزی باز میاد پایین تر. نگاه کنین، همونطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم ملکه عامل کنترل جمعیته، همین علته. ملکه میاد گرده ورودی داخل کندو رو بررسی میکنه، ببینه چقدر گرده وارد کندو میشه. اگه این گرده کاهش پیدا کنه یا افزایش پیدا کنه، تخمریزی تنظیم میشه نسبت به اون گرده واردی، چون که نباید کلونی، نباید لارف ها دچار کمبود غذا بشن و باید این تغذیه مداوم صورت بگیره، پروتئین تأمین بشه تا لارف ها بتونن با رشد کامل به تکامل پیدا کنن و وارد کلونی بشن و افزایش جمعیت داشته باشیم. این دلیلشه، چون که زنبور اصولا گوشتخوار نیست، زنبور یک حیوان مهاجم نیست که بتونه پروتئینش از جای دیگه تامین کنه. به خاطر همین میگیم درصد عظیم زندگی زنبور اصل بسته به گرده گل هستش. حالا اصولا هر چیزی که زیادی از حد وارد کلونی بشه باید کنترل بشه دوستان. این یک اصل اساسی یک زنبوردار موفق، اینی که بتونه کنترل کنه ورودی های داخل کندو رو. یعنی شما نیازی نیست به هیچ چیز اضافی دیگه، شما باید کنترل کنید. چرا؟ تو یک فصلی از سال گرده بیش از اندازه وارد کلونی میشه. زمانی که بیش از اندازه وارد کلونی بشه چه تبعاتی داره؟ میتونه قاب‌های بیشتری رو اشغال کنه. قاب‌های بیشتر اشغال بشه، میزان ذخیره عسل میاد پایین، میزان فضا برای تخمریزی ملکه کاهش پیدا میکنه و همه اون اینا زمانی که گرده هم زیاد بشه، اون وقت از اون طرف ملکه تخمریزی بالاتری پیدا میکنه، شهد بیشتری وارد میشه. این کمبود فضاها یکی از عوامل ایجاد بچه طبیعی توی کندو همین موضوع، یکیشا، نه همش، یکی از این عوامل. اون وقت یک زنبوردار میتونه با برداشت این گرده اضافه به وسیله تله گردگیر که ویدیوشو تهیه کردیم، من همه اینا رو که میگم ویدیوهاشو میذارم این بالا و اون آخر، میتونه کنترل کنه. با کنترل این گردگیر میتونه فضای بیشتری رو بده به زنبورها برای عسل، از ذخیره عسل بیشتر، تخمریزی بیشتر ملکه و همین صورت. و این هم باز قوانینی داره برای کنترل گرده وارده. اگه بیش از حد اون تله قرار بگیره، یک شوکی به زنبورها وارد میشه، دوباره کنترل این ورودی گرده کاهش پیدا میکنه که باز این شوک باعث میشه که زنبورهای بیشتری برای گرده آوری استفاده بشن و باز میزان عسل کاهش پیدا میکنه. پس همه و اینا باید یک تناسب بندی دقیقی انجام بگیره. یعنی یک زمان معینی برای برداشت گرده صورت بگیره، یک زمان معینی برای تله گذاری و همچنین این تناسب ها خیلی مهمه. بچه ها نگاه کنین، شما یه زنبوردار خوب، مهم اینه که بدونه چه زمانی چقدر قرار بگیره هر چیزی، چه زمانی کنترل کنه این ورودی ها رو. بچه ها پس الان فهمیدیم که گرده عامل اصلی تأمین پروتئین، ویتامین، مواد معدنی موجود داخل کندو، عامل اصلی افزایش یا کاهش جمعیت، عامل اصلی سلامتی ملکه، عامل اصلی این جنب و جوش داخل زنبورستان، این افزایش کلونی، این بچه‌دهی، همه و اینا بستگی به گرده داره. خب این گرده اصولا صرفه اقتصادی خوبی هم داره. اصولا هر چیزی که مواد مغذی بالایی داشته باشه از قیمت خوبی هم بهره منده و اصولا زنبوردارا میتونن بهش یک نگاه اقتصادی واسه بچهای تازه‌ای که اومدن بهش داشته باشن برای تامین مالی. دوستان از اینا بگذریم، میرسیم به بحث خیلی مهم گرده گل و انسان، اینکه خواصش چه شکله، آیا واقعا این خاصیت ها، این تبلیغاتی که میشه هست؟ اصولا ما با ویدئومون اینجوری معروفیم که میایم اون باورهای قدیمو همیشه شکوندیم. حسام هم همیشه هست میگه همیشه این باورهای قدیمو میشکنیم، چون نیازه که یه تعداد چیزا همیشه شفاف سازی بشه. طبق مطالعات ما، طبق تحقیقاتی که توی علمی به صورت آزمایشگاهی صورت گرفته، 99% اون خواصی که من شنیدم از گرده گل فقط و فقط به صورت آزمایشگاهی به ثبت رسیده و هنوز آزمایش انسانی صورت نگرفته به صورت علمی و دقیق. اما گرده گل خب یک حجم عظیمی از مواد مغذی رو داره، یعنی چه حدودش 250 مدل مواد معدنی متفاوت داره که همشون مقوین، از کربوهیدرات ها گرفته، چربی داره، آنتی اکسیدان ها، آنتی بیوتیک ها، پروتئین ها، ویتامین ها و و و مواد معدنی متفاوتی که واقعا توی مقاله نمی گنجه ولی توی مقاله نوشتیم همه رو و درصدایی که وجود داره داخلش. دوستان همه اینها یک خاصیت های خاصی رو داره.
آنتی اکسیدان هاش اصولاً به صورت آزمایشگاهی ثابت شده که باعث کاهش کلسترول شده، باعث کاهش اکسیدان شدن لیپیدها یا همون چربی‌ها تو عروق میشه و همین موضوع امکان داره باعث جلوگیری از بیماری‌های قلبی بشه. امکان داره دوستان، نگاه کنین، ممکنه توی آزمایشگاه ثابت شده، به صورت حیوانی آزمایش شده، هنوز به صورت انسانی آزمایش نشده. یکی از خواصشه همین خواص اکسیدانیش و همین خواص آنتیبیوتیکیش باعث ضد عفونت بودنشه، چون وقتی که آنتیبیوتیک داشته باشه میتونه ضد عفونت باشه و به همین دلیل همین آنتی اکسیدانش باعث، یعنی اومدن از پمادهای استفاده کردن که داخلش گرده گل بوده و ساره و باعث ترمیم زخم، بعضی از زخم‌های سوختگی به خصوص، باعث بسته شدن زخم، باعث آنتی باکتریال بودنش، همین ضد عفونی کردن میشه توی زخم‌ها. عزیزای دل، یکی از آزمایش‌هایی که ثبت رسیده روی کاهش عوامل یائسگی توی زنان بوده که واقعا آزمایش شده و الان هم شما برین از دکتر سوال کنین 100% بهتون میگه و اولویت برای مصرفش باید حتما از دکتر سوال کنین. و اینکه خیلی از عوامل دیگه میتونه باشه، مثل همین کاهش کلسترول های بدو داره توی این، همین ترمیم زخم ها، آنتی بیوتیک بودن، آنتی اکسیدان بودن توی کاهش بیماری قلبی و عروقی، به خصوص توی آزمایشگاه ثابت شده که باعث افزایش عضله میشه، یعنی اومدن استفاده کردن و باعث افزایش عضله توی حیوانات شده و همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن بوده. آنتی اکسیدان و آنتی بیوتیک هر دو باعث ضد باکتری بودن و ضد عفونی شدن و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و همچنین این عضله سازی و این پروتئین ها، لیپید ها و این فلانوئید ها، آنتی اکسیدان ها، همه و همه و همه زمانی که ضد باکتری میشه، چربی سوز میشه، کلسترول بد از بین میبره، عضله ساز میشه، میاد کمک میکنه به افزایش طول عمر. البته همه و همه به صورت آزمایشگاهیه. در کل گرده گل، یه جمع‌بندی کلی میرسیم، یک رژیم غذایی عالی میتونه باشه، یعنی شما میتونید به عنوان یک مکمل با رژیم غذایی عالی درون تغذیه روزانه‌تون ازش استفاده کنین، چون دارای بی نهایت خواص عالی، بی نهایت مواد مغذی که میتونه بدنتون تأمینش کنه. صرفاً تبلیغات رو توجه نکنین. برای بچه‌ها در مورد آلرژی سوال کردن، آلرژیزا حتی ثابت شده که میزان آلرژی رو میاره پایین، اما دوستانی که آلرژی دارن به سایر محصولات زنبور عسل باید حتما قبلش با پزشک مشورت کنن و بعد ازش استفاده کنن. خیلی دوستتون داریم، امیدواریم که این ویدیو حتما به کارتون بیاد، ازش استفاده کنین، گوش کنین، سایت هم یادتون نره. خیلی مخلصیم، دوستتون داریم.